در این قسمت یک سری کلمات یا وکابیولری رو میخوام به شما دوستان عزیز معرفی کنم که بسیار پرکاربرد هستند و در واقع در بسیاری از تسک ها و تمرینات و بسیاری از مکالمات یا کانورسیشن ها کاربرد دارند. خب اما این کلمات چه کلماتی هستند؟ دقیق بفهمید دوستان. کلمه اول که میخوام خدمتتون معرفی کنم کلمه provide هست. provide دوستان به معنی فراهم کردن یا تأمین کردن هست. provide به معنی فراهم کردن یا تأمین کردن هست. این کلمه میتونه به معنی equip باشه، یعنی در واقع سینونیم equip هست. میدونید دوستان در واقع آزمون IELTS و مکالمات پیشرفته در واقع دقیقاً بازی با کلمات و گرامر هست و خیلی مهمه که ما کلمات و گرامر رو واقعا مسلح باشیم به کلمات و گرامر و خیلی قوی بتونیم در واقع سینونیم ها رو شناسایی کنیم، کلمات هم معنی، کلمات متضاد یا آنتونیم رو شناسایی بکنیم و از اونها بتونیم استفاده بکنیم. خب پس دوستان provide میتونه به معنی equip باشه، به معنی در واقع فراهم کردن یا تأمین کردن یا مجهز کردن. اگر یک ایدی به پایان هر کدوم از این دو تا فعل اضافه کنیم provided یا equipped، یعنی یک ایدی اضافه میکنیم provided و equipped به دست میاد. provided with و equipped with هر دو به معنی مجهز به هستن، مجهز به یا مسلح به. provided with یا equipped with، مثلا میتونیم بگیم که the university is provided with a lot of facilities. The university is provided with، یعنی یونیورسیتی هست مجهز به a lot of facilities، امکانات زیاد. کلمه بعد که میخواستم خدمتون معرفی کنم دقیقا همین کلمه facilities هست. کلمه facilities یک کلمه بسیار پرکاربرد و top هست به معنی امکانات، تجهیزات. پس facilities امکانات یا تجهیزات هست. خب equip رو ما گفتیم به معنی در واقع تجهیز کردن، فراهم کردن، تأمین کردن. حالا اگر یک منت اضافه کنیم به پایانش کلمه equipment به دست میاد. equipment دوستان به معنی ابزار، کالا، وسیله، دستگاه میتونه باشه. equipment وسیله، ابزار، دستگاه هست. و کلمه بعد که میتونه باز به معنی دستگاه باشه کلمه device هست. device به معنی وسیله یا دستگاه هست. device device به معنی وسیله یا دستگاه هست. و اما از همه شما دوستای گلم دعوت میکنم که به کانال تلگرام من وارد بشید،